با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اسد زرین‌مهرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که میتونن برنامه رو در سرتاسر دنیا ملاحظه کنن. قبل از آغاز گفتگومون خدمت شما بینندگان عزیز برسونم که این برنامه صرفا جنبه اطلاع رسانی داره و به هیچ عنوان به عنوان جنبه حقوقی به حساب نمیاد. اگه میخواین مشورت حقوقی داشته باشین لطفا با شماره تلفنی که با ایسر تلویزیون میبینین تماس بگیرین تا به امید خدا مشکلاتتون حل بشه. خب آقای دکتر، ما اگه بخوایم دادگاه نریم میشه مثلا خارج از دادگاه بریم سراغ بیزنس ها. بیزنس ها به دادگاه کشیده میشه کارشون؟ بستگی داره که تخلف بکنن. اگه تخلف کنن تخلف نکنن، اگه تخلف نکنن که نه. ولی خب تخلف بکنه بیزینسی، خرید فروش که دیگه اونم مشکلات دادگاهی خواهد داشت؟ نه، الان بحث خرید فروش ملک و املاک خب میدونی که با توجه به شرطی که دولت کانادا یا بانک کانادا ایجاد کرده، خب این شرط شرطی رو که بازار یه مقدار زیادی متزلزل کرده، بله، قیمت ها رو برده، نرخ ها رو برده بالا. خب با از اهرم های استفاده که این اهرم ها باعث شده که خرید فروش خونه کم بشه و خب قیمت ملک ها متاثر میشه از این قسمت. ولی خب به طور و خب یه دمه خونه هاشون رو دیگه نمیخوان بفروشن، میخوان نگه دارن. خب بازار رو متاثر کرده از بحثش، ولی خب هنوز ما خرید فروش داریم و رون تعهدات ما به عنوان وکیل خریدار اینه که یه سری کارهای قانونی انجام بدیم که مطمئن بشیم که وکیل ما داره تایتل خونه رو به طور مناسب و قانونی داره به دست میاره و اینکه اگر وامی داره پولش به موقع برسه، بدونیم تعهداتی که نسبت به وام داره به چه صورته و در اینکه به موقع کارهای قانونی انجام بدیم و اگر وکیل فروشنده هستیم به نسبت باید سعی کنیم که تعهدات خودمون رو نسبت به موکل انجام بدیم با اعلام اینکه چه تعهداتی بر اساس قرارداد متعهد شده موکل و بر اساس اون تعهدات ملک فروخته بشه و سعی کنیم که شرایط رو قانونی رو فراهم کنیم که ملک به طور راحت و قانونی منتقل شه به خریدار جدید. نرخ بهره ها عمدن اینا بالا میبرن که خرید فروش کم بشه، به همین خاطر چون خرید فروش کمتر میشه قیمت ها هم افت پیدا میکنه، ولی بعد از یه مدتی به بالا نمیره. خب این نظر شماست، درسته؟ به نظرم میره بالا. اوکی، نظر من قسمت قانونیشه. میدونید یه موقع من اظهاراتی که میکنم سعی میکنم در برنامه، چون ممکنه بعدا هم عزیزان و بیننده فکر کنه این مشاوره حقوقیه و بر از اون میگم دکتر عابدی ما مرزم بشم. بحثی که ما امروز اینجا داریم یه بحث فقط اطلاع رسانیه راجع مسائل قانونی، ما مشاوره حقوقی نمیدیم. ولی خب مسلمه که دولت احساس کرده که قیمت ها بی رویه رفته بالا. برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه این نرخ این روند رو جلوشو بگیره، بالاخره از اهرم‌های خاص استفاده میکنه. یکی از اهرم‌هاشون بود که بهره رو برده بالا و ظاهرا کارساز بوده، چون دو کار کرده، یکی جلوی بهره ها رو اینجوری گرفته که از نرخ پایین کسی دیگه استفاده نکنه، دومیش هم اینکه به بانک ها فشار آورده که شرط رو مناسب تر کنن و مناسب تر کنن که راحت تر افراد وام نگیره، یعنی میشه که شرط رو مشکل تر کرده در حقیقت. خب این دو اهرم کار کرده و خب بازار تاثیر گذاشته، ولی آیا این شرایطی که دولت امروز فراهم کرده مثل شرایط 4 سال قبله، 5 سال قبله که این شرایط رو فراهم کرد و قیمت ها شکست، یا شرایط دیگه ایه؟ باید نگاه کرد دید کارشناسان تو این زمینه چه نظری میدن. خب این از نظر اقتصادی به ضرر جامعه است، چون وقتی خرید فروشی نشه یک نوع رکودی به وجود میاد. این رکود رو فقط با خرید فروش و در جریان افتادن پول
یعنی پول جریان باید پیدا بکنه که رکود نباشه. رکود یعنی که خرید و فروش نمیشه، اقتصاد چرخش لنگ میزنه. به همین خاطر زیاد نمیتونن که این روند رو نگه دارن و نرخ رو همجوری ببرن بالایی، چون باید خونه ساخته بشه، مردم باید خونه بخرن، و اگرم فکر میکنم تعداد خونه ها بیشتر ساخته بشه احتمالا تاثیر میذاره در ارزان شدن خونه ها. عرض کردم دولت اهرام های مختلفی رو داره، برای اون اهرامش کار میکنه، که من متخصص نیستم تو این زمینه، بخوام نظر بدم که اهرام ها به چه صورته، چون بحث اقتصادیه و اقتصاددانان ما که دو زمینه های مختلف دارن کار میکنن میتونن نظر اقتصادی بدن. هر نظر من سیستم ملزمه که فروش داشته باشه. ما در طول سال یه تعداد افراد داریم که ملزمن که خونه هاشون رو بفروشن. یکیش همین عزیزانی که دادگاه فامیلی هستن. خب قیمت خونهش مثلا بوده 2 میلیون، الان میخرن 1.5 میلیون. آیا وایس 2 میلیون بشه یا اینکه نه 1.5 میلیون بفروشه؟ اگر حکم دادگاه برای فروش خونه باشه چی میشه؟ آیا بازم ملزمه که خونه رو بفروشه یا نگه داره؟ یک. دو، اگر خونهشو از 2 میلیون به 1.5 میلیون بفروشه، آیا خونه دیگه که بخواد بخره بازم قیمتا بالاست یا به همین نسبت اومده پایین؟ یعنی ما اگه بحث میکنیم، بحثمون اینه که یک جا بالاخره این ستل میکنه و جا میفته. ما این تجربه رو در عرض این چند سال گذشته داشتیم، در یه برهه زمانی که دنیا وارد ریسیشن شد، کانادا وارد ریسیشن نشد، ولی همین مشکل رو داشت. ما وارد ریسیشن نشده بودیم در سالهای قبل، فکر کنم 2008-2009 بود. بله به اون صورت، گرچه تحت تاثیر قرار گرفتیم، متها دنیا وارد ریسیشن شد و مشکل پیدا که اقتصاد آمریکا خورد زمین، قسمت چیز بود. کانادا سیاست اقتصادیش جالب بود، فرق میکرد، ولی با اینها متاثر بودیم. بعد الان هم بس همینه، یعنی میخوام بگم که در یه مقطعی که قیمت ها میاد پایین، خب شما قیمت ارزون میفروشه و همون مقدار ارزون میخری، به طب جا میفته مطلب. ممکنه واسه یه عده الان جا نیفته، واسه افرادی که 2017 خونه خریده بودن 2021 تونستن خونه هایی که قیمت بالا رفته بود و بفروشن، چرا در سال 2017 ضرر کردن، قیمت ها رو نگه داشتن واسه 2-3 سال 4 سال بعد فروختن؟ به طب یه سری میتونه از این سیاست استفاده کنن، قیمت خونه شون نفروشن نگه دارن. یه عده میگن نه، با توجه به شرایطی که داریم ما باید دان سایز بکنیم. ما داشتیم که همسرها جدا شده بودن، برای یکی که خونه رو گرفته از همسرش امکان این نبود که لازم مالی وام خونه رو بده و مینتیننس خونه رو بده، پراپرتی تکس رو بده و و و و به طب ایشون مایل بود که چیز خونه‌هاشون رو مجبور شدن بفروشن. در همون وقت هم وارد خونه دیگه ای شدن که خریدن، قیمت ها بر اساس اون بود که همون زم ارزون خریدن. یعنی میخوام بگم در دو تا مارکت ما دیدیم که چه اتفاقی افتاده. اینجا هم همینه. به نظر من شما فقط باید بدونید که میخواین خونتون اگه ملزم به فروشه که خب الزام دارید، و به طب باید بدونید که در همین مقطع میخواین خونه رو نگه بفروشید که یه خونه دیگه بخرید که اگر همچین چیزی باشه شاید ضرر نکردید. شما قیمت 2 میلیون بوده، حالا شده 1 میلیون، و فرض شده 1 میلیون. حالا می خونه ای رو پیدا میکنید به همین قسمت تو منطقه اومده پایین. بله. تقریبا همون حوالی زمانی که میفروشه بخره فرق نمیکنه دیگه. دقیقا. از این لحاظ که به نظر من تصمیمش با افراد مختلفی که باید تصمیم گیری بکنن، ولی بحث دومش این قسمته که اگه میخوایم بکنیم شرایط رو طوری فراهم کنیم که اگه میخوایم بفروشیم خدای نکرده تعهداتی رو که به عهده میگیریم تعهدات مناسبی باشه. اگر داریم میخریم ببینیم چی میخوایم بخریم. خب شما برای خرید خونه ملزم به یه ایجنت خوب دارید که بدون مارکت و چیه چجوریه. حتی من موکلایی داشتم که خودشون رو خرید، اصلا با از ایجنت استفاده نکردن، سالا تو مارکت بودن، میدونستن چجور جنسی رو باید بگیرن، کلنگی باشه، سرحال باشه، لوکیشن چی باشه. خب قراردادش تنظیم شد و اینها خونه ها رو خریدن. خب یه سری هم هستن که وقتی که شما میخری باید بیان
کمکتون بکنم، مثل مورگیج بروکر. شما اگر میخواییم بخرید قبلش با این مورگیج بروکر صحبت کنیم، ببینید که توان مالیتون با شرط فعلی چیه. مارکت تغییر کرده، ممکنه که شما پارسال اپرووال راحت میتونستی بگیرید، ممکنه امروز نتونی اپرووال بگیرید. نرخ بهره در فوریه 2022 1.5 بود، امروزه نزدیک 4 تا 4.5 به بالا من میدارم ارقام رو میشنوم. یعنی باید نگاه کنی آیا توان مالی داری که مورگیج پرداخت کنی بر اساس مفرض اینه که شما 1,000,000 دلار وام بخوای برای خونگی بخوای بگیری. فوریه 2022 همین امسال رو دارم عرض میکنم، 8 ماه پیش 9 ماه پیش نرخ بهره رو 1.5 بود، 1.4 بود. شما برای گرفتن 1,000,000 مبلغ قابل توجهی بهره نمیدادی. یعنی اگر بهره میدادی با 1.5 میشد برفض 15,000 دلار در سال، مفت بود بهره. ولی امروزه اگر در نظر بگیریم 4 سالی فقط 40,000 دلار باید بهره اون پولو بدی، روزه اگه گیرت بیاد با بهره 4. بله، مورگیج های مختلف هستن، مثلا سکن مورگیج، سرد مورگیج، اونم مجبورن بیچاره ها که وقتی بانک ها سخت میگیرن اینا به اجبار میرن سراغ لندر دو. دقیقا، بی لندر. الان ما موکلی داشتیم که، یعنی من خودم با بانک مذاکره کردم راجع به یکی از موکلان بود که بهش 4.79 نرخ بهره فیکس بهش دادن که این بره واسه 2 سال خیالش راحت بشه. 4.79 با مورگیج بروکرش دوباره صحبت کردم این هفته که بعد باب تموم شد، گفت نرخ بهره رفت بالا. حالا من نمیدونم چه درصدی رفت بالا، اما میخوام بگم که اونجوری که ما تونستیم تو اوگست باسش بگیریم، اول اوگست بگیریم، امروز میگه نیست. خب شما اگه بخوای وامی رو بگیری، خونه رو بگیری، باید در نظر بگی که مشاوره توی بانکت، مورگیج بروکرت یا عزیزانی که کمکت میکنن برسات بهت بگن که واقعا چه مبلغی رو باید بدی که بابت اصل پول باشه، چه مبلغی بابت بهره باشه. 25,000 دلار در سال یه دفعه اضافه بشه به یه نفر خیلی پوله. بله، فقط جزء هزینه هاست. برای همین شما اگه واقعا تصمیم گرفتید منزلی رو بگیرید، حتما با یه مشاور املاک قبل از اینکه امضا بکنی قرارداد، قبل اینکه بری وکیل بگیری، قبل اینکه بری مشاور املاک بگیری، اول یه مورگیج بروکر ببین اصلا امکان وامی وسط وجود داره. آیا اگر گفت امکان داره، بعد نسبت به خرید خونه اقدام کن. بعد اگر دیدی که مسئله وامش اشکال نداره، هزینه‌هاش هم میتونی بدی و همه چیز اوکیه، قرارداد هم بستی، اگه میخوای خونه رو بخری چند تا شرط بذار تو آفرت، حتما بذار که اپرووال بانک رو بتونی داشته باشی. خب یکیش اینه آقای دکتر، یکی همینه که مثلا بعضی واما ممکنه اوپن باشه که گرفتار میشه، یعنی هی ماه به ماه باید اضافه بده به خاطر اینکه نرخ بهره رو که بانک مرکزی میاره بالا، نرخ اینا میره بالا دیگه. نگاه مونه که چند صد دلار باید بیشتر بده. اونا که فیکس ریت دارن که خب داستانش فرق میکنه. خب اوپن ریت وقتی بانک میبره بالا و بانک کانادا میبره بالا، خب به تبع اوپن ریت های تغییر میکنه. بله، برای همین هم میگم که مراقب باشید که ببینید به چه مبلغ وام میگیرید. من که از موکلان بود باید از کارش بیزینسه، چند تا وام داشت، 1% که وام رفته بود بالا، ایشو اعلام کرد 50,000 دلار سالانه هزینه به خاطر 1%. مالا خیلی اینطور میشه دیگه. خب ببینید عملا وقتی که ما نسنجیده وارد یک کار بشیم و این رو بررسی دقیق نکنیم و برای خودمون احتمالات رو نذاریم، میتونه مشکل ساز باشه. دقیقا میتونه مشکل ساز باشه. یعنی بحثی که وجود داره هزینه هاست. علی لازم که اگر شما دیدید که مورگیج بروکر اوکیه، ریال استیت ایجنت اوکیه، شرط وام رو حتما توی قراردادهای خونه بذارید. ما
بحث دومی که به نظر من اهمیت داره اینه که حتما شرط اینسپکشن هم داشته باشید. یعنی اینکه اگه خونه ای رو که داریم میخری مطمئن باشی که این همونیه با اون تصورات شما. خدا نکرده وارد خونه ای نشید که عزیز بخرید بعد وارد اونجا میشی مشکلات برقی داشته باشه، ظروفش مشکل داشته باشه، موش داشته باشه یا هزار چیز دیگه. اینها میتونه درد سر آور بشه. اینجاست که به اصطلاح به قول شما باید بازرس خونه دقیقا گرفت و اون بازرس تخصصش همینه که پیدا بکنه اون عیب و ایرادی که به اصطلاح ساختمون داره. دقیقا. یعنی به نظر من به حرف ایجنت فروشنده نباید اعتماد کنید. ایجنت شما بازرس نیست، مسلمه که خونه‌های زیادی رو دیده، مسلمه که تجربه ممکنه داشته باشه. همونطور که من تجربه بازرسی رو ندارم، ایجنت شما هم نخواهد داشت. بهتر بیا ایجنت رو استخدام میکنید، خونه رو بررسی میکنه، یه گزارش کامل بهتون میده در نظر مسائل برقی، مسائل آبی، اگر خونه آب میده دیواراش، بعضی از خونه‌های قدیمی آب میده. نه وقت که اشکال داره، بلکه خب خونه قدیمیه دیگه. به طب شما بدونید که تعمیرات اینا یه بودجه سنگین رو ممکنه به شما بعد از اینکه خونه شما خونه تحویل بگیرید رودوشتون بذاره. شرط دیگه این رو بذارید حتما که اگر دارین خونه ای رو میخرید قبل اینکه خونه رو تحویل بگیرید یک روز و دو روز قبل از این حتما خونه رو ببینید، حتما عکس برداری کنید. چون من دیدم که خونه‌های فروخته شده که ناب گازها ریموف شده یا یه سری خرابیات خونه بوده، ولی اگه شما یک روز قبل خونه رو بررسی کنید و برید ببینید گزارش سریع میتونید به وکیلتون بدید و وکیلتون درخواست کنید که به فروشنده ابلاغ بده که این اشکالات روی خونه وجود داره و درخواست بکنید که پولی نگهداری بشه که خدای نکرده با هزینه سنگینی شما مواجه نشید. مخصوصا که الان دوران کرونا هم هست، لوازم خیلی سخت گیر میاد. این پول در تراستی وکیل میمونه دیگه نه؟ اگر من اگر وکیل خریدار باشم و ببینم که خونه اشکالاتی داره سریع گزارش میدم، میگم موکل من بر فرض این شرایط رو موقع خرید قرارداد داشته، تو قراردادش اینام ذکر شده، الان ما نگاه میکنیم میبینیم که این شرایط نیست، به تبع برای تعمیرات برای هرچی که هست ما مایلیم که این مبلغ هولد بک بشه، پروفشنال استخدام بشه، تعمیرات انجام بشه و هر چیز بکنه. بله. که خدای نکرده موکل با مشکلی مواجه نشه. اگه فروشنده ایم همین کار، اگه ملزم کنیم موکلمونو که مطمئن یه کاری نکنه که خونه استاتیسش به هم بخونه. ممنونم از اطلاعات مفیدی که دادید. از شما سپاسگزارم آقای دکتر. متأسفانه وقتمون تموم شده. با تشکر از شما آقای زریمه و همچنین با تشکر از بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه رو ملاحظه فرمودن. امیدوارم که مثمر ثمر واقع بشه. حتما همینطوره اطلاعات جامعی دادید و از شما بینندگان گرامی که بیننده ما بودید سپاسگزاریم و تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار. خدا حافظ.